سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم که چطوری میشه این شلف رو به دیوار وصل کرد اما جای بیجاش معلوم نباشه. با من همراه باشه. خب همونطور که میبینید من این شلف رو با این دوتا قطعه فلزی نگه داشتم روی دیوار که مال نصب چوب پرده است و ظاهر خیلی بدی نداده، ولی خب ترجیحم اینه که هیچ چیزی از این زیر دیده نشه. برای همین بریم ببینیم چی میتونیم درست کنیم. خب همونطور که دیدین جای دیده شدن پیچ و استندی که شلف رو روی دیوار نگه داشته ظاهر خیلی قشنگی نداره. برای این تصمیم گرفتم که اون قسمت رو تغییر بدم و جوری طراحی کنم که جای پیچی روی شلف هم معلوم نباشه. برای این کار من فاصله بین دو تا پیچ رو گرفتم 62 سانتی متر، طول کل قطعم شلف هم تقریبا 99 سانتی متر. برای اینکه 62 سانتی متر رو دقیقا وسط شلف در بیارم 62 رو از 99 کم میکنم میشه 97 و 37. 37 تقسیم بر 2 میشه 18.5، یعنی کافیه من از هر طرف 18.5 سانتی متر فاصله بدم تا 62 سانتی متر این وسط برای من در بیاد. من یه علامت میزنم اول. و 62 تا بعدش میشه 81. این دو تا نقطه ایه که قراره پیچ بشه به دیوار. حالا باید چیکار کنم؟ حالا من قصدم اینه برای اینکه جای پیچ ها معلوم نباشه این پیچ ها رو طوری سوراخ کنم شلفم رو که این پیچ ها برن داخل شلف و از شلف رو نگه دارن از داخل و از یه قطعه دیگه هم فلزی استفاده کنم که پیچ بشه به دیوار پشت کارم باشه که اصلا دیده نشه. حالا برای انجام این کار به دو صورت میشه کار انجام داد. یکی این که مثل من از وسایل دم دستی استفاده کنید و خودتون درست کنید که حالا یه ذره زمان بره و ولی خب لذتش بیشتره. ولی یک راه دیگه هم وجود داره که پیچای شلف اصلا هست توی بازار، حالا کمه ولی میتونید پیدا کنید و از خود پیچ شلف استفاده کنید. من میخوام از این قطعه فلزی استفاده کنم، حالا از وسط نصفش کنم که نزنه بیرون از قطر کارم و یکیشو این طرف بذارم پیچ بشه به دیوار، یه طرفم به این پیچم راست بشه و داخل شلف هم قرار بگیره. اول این رو نصفش میکنم و بعدش میام بقیه مراحل کار رو بهتون نشون میدم. خب این قسمت ها که برای روی دیواره. اوکی؟ این میذاریم این قسمت و جای پیچ بعدی رو علامت میذاریم. کافیه که من این دوتا سوراخ رو ایجاد کنم تا پیچی که در نظر گرفتم بره داخل شلفم و از این طرفم به خود دیوار پیچ بشه. خب اول یک سوراخ کوچیک ایجاد کردم و حالا با یک مته درشتر سوراخ بزرگتر میکنم تا پیچام جا بشه داخلش.
به همین راحتی پیش شرفی داخل قرار میگیره و از این طرف هم به دیوار پیچ میشه. حالا کافیه من این سوراخ رو یه ذره بزرگتر کنم و این قسمت رو خالی کنم توی خود چوبم که فاصله نندازه بین دیوار. خب همونطور که میبینید من این یکی رو سوراخ کردم که این پیچم داخلش قرار بگیره. این قطعه دیگر هم همین کار رو میکنم با دره و بعد بریم داخل منزل دوباره و نصبش رو بهتون نشون بدم. حالا میخوام چیکار کنم؟ حالا میخوام قسمت این قطعه فلزی رو با مغار خالی کنم که بره داخلشه و این قطعه و تای پیچم بین شل و دیوار فاصله نندازه. با خودکار دورش علامت میزنم و با مغار خالیش میکنم. این مغار هم اصلا تیز نیست. ایشالا ویدیو بعدی رو اختصاص میدم به تیز کردن مغار و باید دوباره تیزش کنم. خب من این قطعه رو ارزش رو کم کردم، این قسمت رو هم کامل خالی کردم و می‌بینید که کاملا داخلش جا می‌گیره و دیگه چیزی معلوم نیست. اینم پیچی که بعداً جا می‌زنیم و شلفمون به دیوار آویزون میشه. میریم توی خونه نصبش کنیم، اما قبلش لطفاً کانالمو سابسکرایب کن و کلید زنگوله رو بزن تا ویدیو بعدی رو از دست ندیم. بریم داخل خونه تا شلفو نصب کنیم. خب رفقا همونطور که میبینید من قسمت جای پیچ‌های قبلی رو بتونه زدم و یک طرف این بست فلزیمون رو به دیوار پیچ کردم، یک طرف هم که این میله فلزیمونه، این طرف رو هم همینطور. من بعد از اینکه این بتونه خشک بشه روشو دوباره همین رنگ دیوار در میارم و رنگ میزنم که این قسمت ها هم دیده نشه. این از قبل از نصب. حالا من پایه رو تنظیم کنم و نصب رو انجام بدم، شما هم ببینید که در نهایت به چه صورته. این تخته فلزیمون، اینم رد سوراخایی که با هم دیگه در آوردیم، یکیش و این یکیه طرف سمت چپمون. خب هر دو رو همزمان جا میدیم و خب نو از این حالا کار رو با هم دیگه نگاه کنیم. می‌بینید که هیچ جای پیچی وجود نداره، من خیلی کم نورم هست ببخشید، ولی کاملا دیده میشه که اینجا هیچ درزی دیگه باز نیست. اینم از قسمت بالا که می‌بینیم هیچ ردی دیده نمیشه. این از پایین و اینم از بالا، همینطور این طرف. یعنی قد هیچ پیچی معلوم نیست، این قسمت فقط بتونه میخواد. اینم از قسمت زیر،
امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشی. تو قسمت کامنت ها برام بنویس که ارزش داره خودت درست کنی یا اینکه بری راحت پیچ شلفش رو بگیری یا اصلا به همون صورتی که اول بود استفاده کنی. ممنون که تا آخر ویدیو نگاه کردی. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.